اعلام می‌داریم غیر از آن که بی‌دلیل در زندان قرچک ورامین به بند کشیده شده ایم، غیر از آن که جانمان از تهدیدهای اعدام و روزهای آخرین در خطر است، شاهد مرگ خاموش زنانی هستیم که به جهت کوتاهی و بی‌مسئولیتی دست‌اندرکاران با خطرات بسیار مواجهند. زندان قرچک دارای بدترین وضعیت در میان زندان‌های سراسر کشور است و زنان محبوس از حق و حقوق اولیه انسانی محرومند. در زندان قرچک زنان در بد به ورود توسط تیمی از جانب بهداری تحت معاینات پزشکی قرار می گیرند و از آنها آزمایشات ویژه‌ای مانند ایدز و هپاتایت به عمل می آید. آنچه مشخص است دلیل انجام این قبیل آزمایشات فقط و فقط تکمیل پرونده زندانیان است و هدفی جهت بهبود شرایط و کاهش خطرات احتمالی در بر ندارد، چرا که نتایج آزمایشات هرگز اعلام نمی شود و زندانیان مبتلا به بیماری مصری و خطرناک جداسازی نمی شوند. در حالی که بارها و بارها مرگ افراد در زندان به دلیل بیماری نامشخص اعلام می شود، اعتراضات مبنی بر نادیده گرفتن اصول اولیه بهداشتی و احتمال انتقال بیماری‌های خطرناک در اثر همجواری افراد سالم با افراد ناسالم در بندها و کابین‌های مشترک توسط هیچ فرد و نهادی قابل پیگیری نبوده و پاسخی به آن داده نمی‌شود. استفاده مشترک از سرنگ برای زندانیان مبتلا به دیابت که توان مالی برای تهیه دارو ندارند به روال درآمده و کارمندان بهداری در زندان قرچک با توضیح و هشدار به خطر انتقال انواع عفونت مانع از این عمل نمی شوند. در اوج بیماری کرونا، زندانیان فاقد کرونا بدون رعایت فاصله و استفاده از ماسک و مواد ضد عفونی با افرادی که تست کرونای آنها مثبت است در یک اتاق نگهداری می شوند و عدم رعایت حداقل بهداشت از سوی مسئولین زندان و زندانیان رنج مضاعف به همراه دارد. علی‌رغم اخبار منتشر شده در روزنامه ها مبنی بر اعزام هیئتی جهت بررسی شرایط زندانیان قرچک، نه تنها هیئتی به اینجا فرستاده نشد بلکه شرایط روز به روز وخیم تر می شود. گرچه رئیس قوه قضاییه طی یک سخنرانی در صدا و سیما اشاره به لزوم برخورد محترمانه با زندانیان سیاسی و جدایی آنها از دیگر اقشار زندانی نمود، بد نیست بدانید محلی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شوند عملا تبدیل به کمپ معتادان شده. اکثریت زنان در اینجا به جرم فساد و فحشا و روابط خارج از ازدواج زندانی شدند و به دلیل روابط متعدد ناقل بیماری های عفونی، هپاتایت، زگیل تناسلی و بسیاری بیماری های دیگر هستند. بازرسی های غیر انسانی و وحشتناک بدنی برای رفتن به سالن ملاقات و درمانگاه یا جا به جایی بین زندان ها و حضور در بیدادگاه ها با استفاده از دستمند و پابند به شیوه های قرون وسطایی و اصول بردهداری بخش دیگری از رنج نامه های زنان زندانی قرچک است.
اما علارغم تمام دردها و رنجها و شکنجه‌ها، ما برای احقاق حقوق انسانی و مدنی خود همچنان ایستاده‌ایم و باز هم خواهیم ایستاد. 300 گل سرخ، یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدی، در محفل عاشقان نمی رقصیدی. باشد که صدای اعتراض من به کاستی ها و محرومیت هایی که به ناحق زنان زندانی با آن مواجه هستند کارگشا بوده و دست کم حقوق اولیه زیستی که حق هر انسانی با هر میزان خطا می باشد تأمین شود. امید برای یک زندگی آزاد در وجود ما زبانه می کشد. ما نباید بمیریم. رویاها بی مادر می شوند. باید زنده بمانیم. هنوز هم باران هست. راه، رویا، روشنایی هست. می بینم من شکفتن شادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را. میبینم آن شکفتن شادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را.